افشاگری بی سابقه بیژن زنگنه علیه مافیای خامنه ای و توت چینی علیه او تلاش شاهزاده برای قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست تروریسم کشورهای اروپایی به ایران دیلی خوش اومدید بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین در یک فایل از تشکیل دادگاه سوری برای نامه سعید جلیلی به حسن روحانی و دیدار بابک زنجانی با جلیلی سخن به میان آورد و گفت بابک زنجانی یک مجرم محکوم به اعدام با حکم قطعی بود است آقایان در این مدت تلاش کردند وی را تبدیل به قهرمان ملی و قهرمان دور زدن تحریم ها کنند شرم است آقای جلیلی باید توضیح بدهد رابطه بابک زنجانی با ایشان و ستادشان چیست؟ چرا به دیدار بابک زنجانی رفتند؟ بیژن زنگنه وزیر نفت پیشین رژیم در یک فایل صوتی از تشکیل دادگاه سوری نامه سعید جلیلی به حسن روحانی و دیدار بابک زنجانی با جلیلی سخن به میان آورد. بود ده, ده روز پیش بود که پس از یکی از مناظرات من از آقای جلیلی رسما درخواست کردم که بیاد در موضوع کرسنت با هم مستقیما مناظره بکنیم چون ایشان این دستور این درخواست من رو اجابت نکردن و وقت میگذره و عده هم از دوستان ایشان شروع کردن مطالبی رو که خلاف هست بیان میکنن من چاره ای ندیدم جز اینکه بیام و تنهایی مطالب رو به آقای جلیلی شما خبر داشتین که در قرارداد با کرسنت قرار بود گاز میدان مشترک سلمان که از سالها پیش توسط ابوظبی برداشت میشد به شیخنشین شارجه صادر بشه و این شیخنشین با ابوظبی رقابت دیرینه داره و ادعا میشه که با انعقاد قرارداد کرسنت ابوظبی با سفارت آمریکا و عربستان هماهنگ شد که این قرارداد لغو بشه شما خودتون در مکاتباتتون اعتراف کردید که کرسنت یک شرکت نفتی متعلق به شیخ یا امارت شارجه است پس چرا میگویید ما با یک شرکت واسطه و دلال برای صادرات گاز قرارداد بستیم آقای جلیلی شما میگویید قرارداد با قیمت پایین بسته شده مگر خبر ندارید که مکانیسم تجدید نظر در این قرارداد برای قیمتش وجود داشته و در اسفند 1383 شرکت نفت رسما به شرکت کرسنت اعلام کرد که با توجه به تغییرات در قیمت جهانی نفت باید در قیمت قرارداد تجدید نظر بشه و اون شرکت هم عملا پذیروب. شما به این موضوع توجه نکردید و جلو مذاکرات تیم آقای احمدی نژاد رو برای اصلاح قیمت قرارداد عملا گرفتید کسانی هستند که میخوان این موضوع رو سیاسی کنند در حالی که هم من و هم همکارانم هم دنبال اجرای این قرارداد بودیم و هم سه تن از وزیران بعدی که آیان وزیری هامانه بودن آقای نوزری بود و مرحوم رستم قاسمی جز آقای میرکازمی و هم خود آقای احمدی نژاد رئیس جمهور چرا که این قرارداد هم برای کشور درآمد داشت و هم وابستگی متقابل دراز مدت بین ما و امارات در بخش انرژی ایجاد می کرد اما شما مانع شدید چه شد که فکر کردید از رئیس جمهور و وزیران نفت کشور بهتر مسائل رو می فهمید آجلیلی. اصلا فرض میکنیم حرف شما درست فرض محال که محال نیست یک سری آدم فاسد در این موضوع بودن خب باید مسائل را به دستگاه قضا برای رسیدگی منعکس میکردید اما چرا جلو اجرای قرارداد رو گرفتید رسیدگی به فساد ادعای شما منافاتی با عملیاتی شدن قرارداد مهمی که بسته شده بود بعد از سالها و تنها قرارداد صادرات گاز ما به امارات بود نداشت به نظر شما آقای جلیدی چی شد که آقای احمدی نژاد که ابتدا خودش منتقد قرارداد کرسنت بود پیگیر اجرای این قرارداد شد و از وزارت نفت خواست که این قرارداد رو اجرا کنه اما شما مانع شدید چرا مانع اجرای دستور رئیس جمهور وقت شدید اینجا که دیگه خاتم یا زنگنه نبودن آقای جلیلی یادتون میاد که در نامه در سال 1388 با آقای احمدی نژاد نوشتید که اگر قرارداد کرسنت را اجرا نکنیم خسارت چندانی به ما وارد نمی شود به مهم نیست و بر این اساس با هر گونه مذاکره برای اجرای قرارداد مخالفت کردید این روزها که خودتون از خسارات ده ها میلیارد دلاری صحبت می کنید چه جوابی به این اشتباهات بزرگتون دارید آقای جلیلی شما بهتر میدونید که اعتبار بین المللی شرکت یک کشور چقدر اهمیت داره؟ اما کاری که با شرکت نفت در با عدم اجرای قراردادی که رسل کردید اعتبار صد ساله شرکت نفت رو یک حراج کردید چرا این برای شرکت نفت آوردید؟ آقای جلیل شما که ادعا می کنید در این قرارداد فساد بوده و ما اسناد را افشا می باید گفت دوران بگم بگم ها تمام شده شما نزدیک 20 سال است که در جریان این تصمیم گیری ها هستید و باید اسنادتان را به قوه قضایی میدادید که رسیدگی شود اسناد فساد رو ما برای رسیدگی به فساد از شما بسیار مسرتر هستیم و سابقه ما هم همین رو میگه آقای جلیلی شما بر اساس مسببه شورای عالی امنیت ملی مسئول این پرونده بودید و وقتی که ادعا میکنید در این قرارداد به دلیل فساد قیمت گاز پایین بوده از اونجایی که قانون حاکم برقرار داد این تنها قرار گازی ماست که قانون حاکمه بر اون قانون ایران بوده می توانستید یکی از این کارها را انجام بدید که انجام ندادید و فرصت های طلایی را از دست دادید شما می توانستید وقتی که مدعی فساد هستید به دلیل خیار تدلیس از دادگاه های ایران تقاضای بطلان قرارداد بکنید شما می توانستید به دلیلی که قرارداد قیمتش خیلی پایینه و با ادعای خیار قبل درخواست بطلان قبل یا قبل فاهش تقاضای بطلان قرارداد رو بکنید اما هیچ کدام از این کارها رو نکردید و راه های دیگه ای رو رفتید ظاهرا خودتونم نمیخواستید یا نمیدونست من بکنم نمیدونستید که اصلا چطور مدیریت کنید موضوع رو و فرصت های رو از دست دادید ما از قطر در رقابت برای صادرات گاز به امارات عقب افتادیم و کلی هم درآمد رو از دست دادیم و امروز شما مدعی هستید که 18 میلیارد دلار خسارت خوردید این خسارت مشخصا محصول مدیریت غیر مدبرانه شماست آقای جلیلی شما هنرتون بستن نیست متوقف کردنه توقف کرسن توقف برجام توقف FATF توقف رابطه با دنیا آقای جلیلی شما با این کاراتون بازار گاز امارات رو تا سالها به روی ایران بستید توهم شما باعث شد که کشور در تلاش برای حضور در بازار گاز منطقه از منظر امنیتی و اطلاعاتی شکست بخورد. روزنامه ی همیهن در گزارشی نوشت شرماور این واژه است که چند روز پیش بیژن نامدار زنگنه که سابقه طولانی وزارت نفت در چندین دولت بعد از انقلاب را دارد به هواشی پرونده کرسنت که 22 سال است محل مناقشه جناهای سیاسی شده اطلاق کرده. مناظره های انتخاباتی برای رسیدن نامزدها به پاستور خاک های روی پرونده کرسنت را کنار زد تا فرصتی شود برای حمله به رقیب و البته شنیدن صحبت های سریح بیژن زنگنه که سعید جلیلی و تلویحا بیت رهبری را مخاطب قرار داد. جلیلی یادتون هست که به هنگام اخسرای اعتماد برای من به عنوان وزیر نفت در مرداد 1392 شما نامه‌ای با آقای روحانی نوشتید و در اون از ایشان خواستین که به من ابلاغ کنن که حق نداشته باشم در مجلس از کرسنت حرفی بزنم و بعدش رفیق فابریکتون آقای زاکانی آمدند و هر چی که میشد در مورد کرسنت علیه من دست و زبان بسته گفتن و من نتوانستم در مقابلش حرفی بزنم چون قبلش برنامه چنین تنظیم شده بود گرچه با کمک خدا من رأی آوردم اما ثابت کردید که شما جرأت مذاکره روی روی با مرا رو از همون موقع نداشتی آقای جلیل من سی سال وزیر بودم نفستون در نیامد امروز کرسنت کرسنت میکنید عملکرد سیاه شما را کرسنت تمیز نمیکنه در یکی از مناظره ها جلیلی عنوان کرد در پرونده که کرسنت فساد انجام شده و وزارت نفت دولت اصلاحات به وزیری زنگنه با قیمتی بسیار پایین قرار داد بستند. او مناظره با زنگنه را رد کرده و گفته بود که جای متهم در دادگاه است نه اینکه در تلویزیون مناظره کند و اول باید در دادگاه جواب بدهد اما بیژن زنگنه در یک فایل که هفته گذشته کانال سایت فراز منتشر کرده از پشت پرده میگوید که نقش جلیلی با تعیید علی خامنه ای در جلوگیری از اجرای قرارداد و تشکیل پرونده ای سوری را فاش می کند. زنگنه در این فایل صوتی میگوید سندهایی هست که رفتند قوه قضایی را تحت فشار قرار دادند تا قاضی ویژه تعیین کند که حکم مورد نظر آنها را بدهد تا به دیوان داوری بدهیم اقرار کردند شرماور است که به یک عده گفتند که بیایید و بگویید فساد کرده ایم و به فساد اقرار کنید بعد ما شما را محکوم میکنیم بعد که محکومیت ما در دادگاه تمام شد شما اعاده حیثیت کنید سند on hast شاهزاده رضا پهلوی در یادداشتی که در 13 فوریه برابر با 23 تیر ماه در روزنامه تلگراف منتشر شد از دولت بریتانیا خواست در راستای حمایت حداکثری از جنبش آزادی خواهانی مردم ایران و فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به عنوان گامی حیاتی در جهت مقابله با تروریسم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی قرار دهد. وی است که مماشات با تهران جواب نداده و بریتانیا حالا این فرصت را دارد تا در برابر رژیم جنایتکار بیستد. در مقدمه آمده تنها چند هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی در سانحه سقوط هلیکوپتر برخی در جامعه جهانی از جانشین وی مسعود پزشکیان به عنوان یک اصلاح طلب یا میانه رو یاد می تجربه نشان می دهد که وی چنین فردی نیست او به علی خامنه ای و سیاست افراطی افراتی جمهوری اسلامی خالصانه وفادار است شاهزاده در تشریح بحرانهای حکومت جمهوری اسلامی توضیح می‌دهد بگذارید روشن کنیم که چرا این اتفاق روی داده است رژیم اسلامی متزلزل ضعیف و مستاصل است و به همین دلیل اجازه دادند که یک به اصطلاح اصلاح طلب برنده ریاست جمهوری شود او در واقع برگ انجیر نظام برای یک نقاب است های غربی نباید درگیر این مانور سیاسی شوند مردم ایران خواهان دموکراسی و آزادی هستند و ما باید در کنار آنها بیستیم و فشار به حکومت را افزایش دهیم و نه اینکه فشار را کم کنیم. در بخش دیگری از این یادداشت آمده بیش از چهار ده است که جمهوری اسلامی انقلاب افراطی خود را صادر کرده است مردم بریتانیا با گروگانگیری قصد و حملات تروریستی توسط جمهوری اسلامی بیگانه نیستند دولت کانادا از تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استقبال کرده اکنون بریتانیا فرصتی یافته تا رهبری این اقدام را در اروپا به عهده بگیرد شاهزاده رضا پهلوی در ادامه با اشاره به ملاقاتهای خود با مقامات سیاسی در اروپا عنوان کرد که از ملاقاتهایم با مقامات منتخب در سراسر اروپا میدانم برای مسئول دانستن رژیم در قبال جنایتهایش عزم جدی وجود دارد با توجه به رهبری چشمگیر دیوید لمی وزیر خارجه بریتانیا در ارتباط با همین موضوع طی سالیان متمادی و همچنین تعهد سریح حزب کارگر اقدام فوری دولت جدید بریتانیا پیامی قدرتمند خواهد بود هم برای رژیم همواره در حال تضعیف شدن و هم برای مردم رنج کشیده ی ایران در بخش دیگری از این یادداشت تاکید شده است که شواهد بیچون و چرا علیه سپاه پاسداران وجود دارد این تشکیلات تروریسم را در داخل و خارج ایران گسترش می دهد و از اقدامات تروریستی حماس حزب الله و سایر گروه ها در منطقه پشتیبانی و حمایت مالی می کند. سپاه از تهاجم روسیه به اوکراین با ارسال پهباد و تسلیحات پشتیبانی می کند. این سازمان در خاک بریتانیا مسئول دهها با حمله و تلاش برای آدم ربایی علیه روزنامه نگاران، مخالفان و مقامات است و یک ایدولوژی افراطی اسلامی را از طریق شبکه از مدارس، مؤسسات خیریه و مساجد در بریتانیا گسترش می دهد. او در ادامه می نویسد که این نهاد نظامی در کشور خودم ایران هموطنان دلیر مرا در جنبش زن زندگی آزادی وحشیانه سرکوب شکنجه و اعدام کرده است. شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به مخالفت دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا در این کشور با تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران توضیح داد دولت بریتانیا قبلا گفته بود که باید کانالی را برای ارتباط با تهران باز نگه دارد و با قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست سازمان‌های تروریستی این ارتباط قطع می‌شود. روشن است که این درست نیست زیرا بریتانیا یک سفارت فعال در تهران دارد در این حال این گفتگو چه دستاوردی داشته است نتیجه دهه ها مماشات برای مهار کردن رژیم آنها را گستاختر کرده و به منافع بریتانیا آسیب رسانده است. وی در ادامه هشدار داده همزمان با اینکه گزینه ها بسیار محدودتر می شبند، رژیم به بمب هسته ای نزدیکتر می شبد و افسوده است برخی مدعی شده بودند که تروریستی اعلام کردن سپاه در واقع تحریم شاخه از ارتش یک کشور است و چنین اقدامی یک رویه دیپلماتیک غیرقابل برگشت ایجاد می کند که بعدا می تواند توسط بازیگران بعد مانند روسیه و چین علیه غرب استفاده شود. این بیانگر یک سوء تفاهم اساسی نسبت به سپاه است که بنیان گذارانش علنا به خود میبالند که نام ایران در عنوان آن نیامده زیرا مأموریت این تشکیلات دفاع از ایران نیست بلکه صدور انقلاب اسلامی به سراسر جهان است. در بخش دیگری از این یادداشت آمده با وجود جنگ افروزی و جنجال های اخیر باید آگاه بود که رژیم ضعیف و دچار انشقاق است. مردم به مخالفت برخواستند چنان که ما شاهد تحریم انتخابات نمایشی آن هستیم. ما شاهد افزایش نشانه های از ریزش در داخل نیروهای مسلح هستیم. تغییر در ایران اجتناب ناپذیر است این تغییر از داخل کشور پیش برده می شود و ممکن است زودتر از آنچه فکر می کنید روی دهند شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر بر این نکته تاکید کرد برای مماشات و اقدام نظامی یک جایگزین وجود دارد و آن راه سومی است تحت عنوان حمایت از مبارزه مردم ایران برای دموکراسی دموکراسی های غربی با اقدامات عملی خود می توانند از مردم ایران حمایت کنند نه تنها زمان فشار حداکثری بلکه زمان سیاست حمایت حداکثری فرا رسیده است این همان مجموعه سیاست است که بریتانیا و غرب برای کمک به سرنگونی آپارتاید در آفریقای جنوبی و رژیم های کمونیستی در اروپای شرقی استفاده کردند ایرانیان نیز مستحق چنین حمایتی هستند در پایان این یادداشت تاکید شده تروریستی اعلام کردن سپاه باید اولین گام حیاتی از تلاشهای هماهنگتر باشد هموطنان من برای ایرانی می جنگند که با تروریسم و هرج و مرج تعریف نمی شود بلکه با همکاری مسالمت و روابط سازنده با جهان تعریف می شود یک ایران سکولار دموکرات را تصور کنید که در صلح با همسایگان خود به سر می برد یک فرصت اقتصادی جدید را تصور کنید که رفاه و صلح منطقی به وجود می آورد اکنون این امکان وجود دارد مردم ایران برای برای تحقق این هدف مبارزه می کنند و با حمایت شما در زمان کمتر و با هزینه کمتر به این مهم دست خواهند یافت. از همراهی شما سپاس گذاریم. امیدواریم مطالب ارائه شده برایتان مفید بوده باشد. خواهشمندیم با لایک کردن و به اشتراک گذاشتن ویدیوها ما را در گسترش آگاهی و اطلاع رسانی یاری کنید. تا برنامه بعدی بدرود